به نام یاد خدا، سلام بر شما. به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با 8 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز سرخط خبرها. پایان کار طرح اخراج مهاجران افغان از سوی پاکستان. اما امارت اسلامی از آمادگی های لازم برای رسیدگی به مهاجران برگشت کننده اطمینان می‌دهد. کسانی که کار دارند آنان میمانند و کسانی که غیر قانونی هستند و سند سفر ندارند بیرون خواهند شد. در ژمی و یخ موسم در دیف نکوم افغان مهاجرین نتزی نو دا اغوی کورون رنگ دی دا اغوی دا اوسیدان و دا پارزه نشتا سرپنه نشتا. گماشتن چندین تن در پوست های مهم امارت اسلامی. بر بنیاد یک فرمان رهبر امارت اسلامی، ملا عبدالغنی برادر افزون بر معاونیت ریاست الوزراء همچون رئیس شورای عالی استندرد نیز گماشته شد. معاون ولایت هلمند مولوی صاحب عبدالرحمن قندوزی و حیث والی هلمند تعیین شدند و والی قبلی هلمند محترم مولوی عبدالاحد طالب و به حیث کماندان قطعه خاص عالی قدر امیر المومنین تعیین شدند. اوضاع دشوار باشندگان هرات در فضای باز. با ادامه زمین لرزه ها در هرات، باشندگان این ولایت زندگیشان را با هراس و مشکلات در بیرون از خانه سپری میکنند. شوا خیلی خنک و گرم. 4 تا طفل دارم، 4 تا مریض شده. اگر چند روز به چاری پی پتان دادم دیشتو من اونه را من برای دکتری دویه یدینا بودشتم. برگزاری نمایشگاه فراورده های ازبکستان در پایتخت و خواستها بر برقراری آتش بس در غزه. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سپه. وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان میگوید که طرح اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان تکمیل شده است. سرفراز بوکتی افزوده است که روند اخراج مهاجران از پاکستان در 2 نوامبر آغاز خواهد شد و بر بنیاد این طرح 3 بار در هفته 2 تا 3 هزار تن از پاکستان اخراج خواهند شد. اما امارت اسلامی از آمادگی های لازم برای رسیدگی با مهاجران برگشت کننده اطمینان می‌دهد. گزارش از میترا مجیدی. مهاجران افغان در پاکستان در آخرین روزهای ضرب الاجل پاکستان اینجا گرده هم آمدند و با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی و دنبال دریافت راه حل هستند. مهاجرانی که بیشتر آنان در 2 سال پسین به این کشور مهاجرت کردند و اکنون در آستانه اخراج از پاکستان قرار دارند. یک نامه سرگشاده را ترتیب تنظیم بکنیم تا ملاقات را با قاضی القضات پاکستان و صدراعظم سرپرست، وزیر داخله، وزیر عودت و مهاجرین، وزیر مهاجرینشان و وزیر حقوق بشرشان آی بسیار داشته باشیم. در ژمی یخ موسم در دیزی نکوم افغان مهاجرین نلتزی نو در آقوی کورون رنگ دی در آقوی در اوسیدان و در پرازه نشتا سرپنه نشتا. در این میان مقام های پاکستانی نیز میگویند که طرح اخراج مهاجران را تکمیل کردند. به گفته وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان، روند اخراج مهاجران افغان از این کشور از 2 نوامبر سال جاری آغاز خواهد شد و در 3 نوبت در هفته 2 تا 3 هزار تن به افغانستان برگشت داده خواهند شد. جنکه پاس کارتز هستند و رهنگی جو بالکل ایلیگل هستند جنکه پاس کوی کسانی که کار دارند آنان میمانند و کسانی که غیر قانونی هستند و سند سفر ندارند بیرون خواهند شد و بعد از آن در مرحله بعدی نوبت افغان هایی که کار دارند و با تعقیب آن کسانی سندهای مهاجرتی دارند فرا می رسد. اما امارت اسلامی از آمادگی ها برای رسیدگی به مهاجران برگشت کننده از پاکستان اطمینان می دهد و می گوید که به افراد نیازمند امکانات لازم بهداشتی و خوراکی را فراهم می کنند. تعدادی که سرپرست ندارند، تعدادی که محتاج هستند، ضرورت دارند، کمیسیون برشان خدمات ارائه می کند تا حدی توانی که امارت اسلامی افغانستان دارد. به این معنی است که در بخش ترانسپورشن ما کمک میکنیم، همکاری میکنیم، در بخش مواد اولیه و غذا برشان در اوایلشان که میگرده همکاری صورت میگیره.
در یک ماه پس این کشورها و نهادهای گوناگون از پاکستان خواستند که تصمیم اخراج مهاجران افغان از این کشور را بازنگری کند، اما پاکستان بر موضع خود بیش از پیش تاکید دارد. بر بنیاد یک فرمان رهبر امارت اسلامی، ملا عبدالغنی برادر افزون بر معاونیت ریاست الوزراء همچون رئیس شورای عالی استاندارد نیز گماشته شد. در کنار این، معاون پیشین مقام ولایت هلمند همچون والی این ولایت و والی پیشین هلمند همچون فرمانده نیروهای ویژه رهبر امارت اسلامی نیز گماشته شدند. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکسش میگوید که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، افزون بر معاونیت کنونیش رئیس شورای ملی استاندارد تعیین شده است. سخنگوی امارت اسلامی میافزاید که معاون قبلی ولایت هلمند به حیث والی ولایت هلمند و والی پیشین ولایت هلمند به حیث فرمانده نیروی خاص هبت الله آخوندزاده تعیین شدند. ملا عبدالغنی برادر رئیس شورای ملی استاندارد، عبدالرحمن قندزی والی ولایت هلمند، عبدالاحد طالب فرمانده نیروی خاص رهبر امارت اسلامی. معاون ولایت هلمند مولوی سید عبدالرحمن قندزی به حیث والی هلمند تعیین شدند و والی قبلی هلمند محترم مولوی عبدالاحد طالب او به حیث قماندان قطعه خاص عالی قدر امیرالمومنین تعیین شدند. در اعلامیه معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء آمده که شورای ملی استاندارد به هدف نظارت از واردات مواد بیکیفیت و کالاهای غیر معیاری، تصویب استراتژی و پالیسی های اداره ملی استاندارد در بخش امور ساختمان های خودسرانه ایجاد گردیده است. در همین حال، شماری از آگاهان میگویند که در ادارات باید افراد مسلکی گماشته شوند. اگر شایسته سالاری در نظر گرفته شود، خیلی مسئله خوب و بهتر می باشد. باید از که کار مطابق به شریعت اسلامی به اهل کار سپرده شود. استاندارد اداره یا مسلکی اداره دا باید دست یا مسلکی کسته چه په دغه برخه کې تخصص درلودلی، خصوصا د موادو په پیژندلو کې، د موادو په لیبارټری او په چک کولو کې، او د هغې په ریزلټو باندې داسې یو مسلکي کس وایي چې هغه په دغه مواردو پوه وایي. معینان وزارتهای زراعت، تحصیلات عالی، شهرسازی، فواید عامه، صحت عامه، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، معدن و پترولیم، ترانسپورت، مالیه، رئیس اکادمی علوم، رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، شاروال کابل، معاون ریاست عمومی شاروالی ها و رؤسای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتاق معدن و صنایع افغانستان عضویت دائمی شورای ملی استاندارد را دارند. با ادامه زمین لرزه ها در هرات، باشندگان این ولایت زندگیشان را با هراس و مشکلات در بیرون از خانه سپری میکنند. آنان ناگزیر شدند که خانه و کاشانهشان را رها کنند و در هوای سرد شبانه در زیر خیمه های کوچک در کنار جاده ها، پارک ها و دشت به سر میبرند. با گذشت بیشتر از سه هفته از آغاز زمین لرزه ها در هرات، باشندگان این ولایت در بیرون از خانه به سر میبرند و به علت هراس از تکرار زمین لرزه ها جرأت نمی کنند به خانه هایشان برگردند. نصیر احمد صالحی از هرات گزارش می دهد. صدها خانواده در زیر این خیمه های کوچک در شرق شهر هرات به سر می برند. این خانواده ها به علت ادامه زمین لرزه ها خانه هایشان را ترک کرده و با دشواری و هراس زندگی می کنند. خونه خود ما قابل ششتن نیم، میریم به خونه باز میبینی زلزله شد، پس به میشه طفل و نادون و بیچاره ایرون یک کمان این 10,000 نفر از این تعمیر و سر لغ و پای لغ خور میندازه به زین جگا. کلان همی خونه هنی همی خونه مانه کلان بشکسته، نمیشه به تا خونه بشینیم، هم مجبوری میایم بیرون دیگه راه نداریم چکا کنیم. عبدالظاهر امراه با همسر و 4 کودک قد و نیم قدش بیشتر از 20 روز می شود که در این خیمه در بیرون از خانه به سر می برد. او که کارگر است، در این مدت نتوانسته کار پیدا کند و با ناداری روبرو شده است. شیخ مدام خیمه زنده مدام خیمه هم که ما نداره مرا که بینده کن. دیگه سلام نه، دیگه جان نه، پول هم نداره، کار غریب هم مرا نیست. شوا خیلی خونه کرده تا گرمن، 4 تا طفل دارم، 4 تا مریض شده اگر که چند روزه به چاری پی پتان دادم دیشتم منو، اونه را من برای دکتری دویه یدینا فرمودشتم. بسیاری از این خانواده ها نادار و نیازمند کمک هستند. با گفته آنان، تا هنوز هیچ کمکی از سوی نهادهای کمک رسان جهانی و حکومت دریافت نکردند.
دو هفته ده مرم اینجا ششتم کس دم و کمکم نکرد سربیم نشده از من پرزنم نشده هنم اینجا همسایلم میاره یک کسی که اکده لوویه میاره میخورم. در بیشتر از 3 هفته پسین ده‌ها زمین لرزه نیرومند و پس لرزه های آن هرات را تکان دادند. دو زمین لرزه پسین روز گذشته هرات را تکان داد و باعث هراس عمومی در میان باشندگان این ولایت شده است. با ادامه این زمین لرزه ها باشندگان هرات ناگزیر به ترک خانه هایشان و زندگی در زیر خیمه ها در فضای باز شدند. سخنگوی وزارت خارجه میگوید که امیرخان متقی در جریان سفرش به ترکیه از بازرگانان کشور خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. عبدالقهار بلخی میافزاید که آقای متقی گفته با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی امنیت کامل در کشور تأمین شده و کار روی پروژه های گوناگون انکشافی جریان دارد. سخنگوی وزارت خارجه در صفحه X نوشته که امیرخان متقی در جریان سفر خود به ترکیه در دیدار با عالمان دین، بازرگانان، متنفذین، مسئولان نهادها، محصلان و مهاجران افغان درباره مسائل گوناگون گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی در صفحه X افزوده که آقای متقی در این دیدار گفته که امنیت در سراسر کشور تامین شده و از بازرگانان خواسته که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. با بعضی از مسئولین ترکی ملاقات های خواهد داشتن، از سفارت افغانستان در انقره دیدن خواهد کردن، در استانبول از کنسولگری افغانستان دیدن خواهد کردن، با بعضی از شخصیت های افغانی در تجارت ملی ما که اونجا هستن با آنها صحبت خواهد شد و بعضی از نهادهای خیریه که در ترکیه هستن در افغانستان نهادهای همکاری و کمک دارن با آنها هم دیدن خواهد شد. با گفته عبدالقهار بلخی، سرپرست وزارت خارجه نیز افزوده که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی فساد در کشور از بین رفته و بالای جاده کابل کندهار، بنهای آب و پروژه های دیگر کار جریان دارد. آقای بلخی می افزاید که امیرخان متقی در این دیدار به افغانهایی که در ترکیه نیز بود و باش می کنند اطمینان داده که کنسولگری امارت اسلامی در استانبول به مشکلات آنان رسیدگی خواهد کرد. نظام حاکم از یک سری مشوقه های تجاری باید استفاده کنه. فرضاً میشه در شرایط موجود از یک سری مافیات های مالیات استفاده کنن که تعرفه های گمرکی را کاهش بتن و از سبسایدی پرداخت کنن به سکتور خصوصی. اگر متقید و خیب برنامه سره تلی اوک رسی مقابل لوری ترکیه تا دیگوی گتو تا قناعات ورکی نبیا که دل ایسی سی ترکیه هم مساعدتون رو کمکون افغانستان سرو که هم در افغانستان لپاره پنرهواره کچ خوصاً پا ناتو غری هوادو که پیش از این سرپرست وزارت خارجه با هماهنگ کننده سازمان ملل متحد برای افغانستان در ترکیه درباره امنیت افغانستان، پیکار با مواد مخدر، اقتصاد و مسائل دیگر گفتگو کرده است. برخی از شهروندان کشور میگویند که با وجود ایجاد چندین کمیسیون برای گردآوری گداها هنوز از شمار گداهان در پایتخت کاسته نشده است. میترا مجیدی جزئیات میدهد. راهل زن کهنسال است که برای تامین نیازهای خانواده روزانه در بخشهایی از شهر کابل دست به تک دیگری میزد. او که پس از گردآوری گدایان دیگر دست به این کار نزده است، میگوید تا اکنون هیچ کمکی از سوی امارت اسلامی دریافت نکرده است. خواستم اینمی که ما یک سیاست است، مردم مدد ندارم. اینمی حالا که ما یک کمک کنن، همی حالا 4 ماه کرای خانه ما مانده، یک کمک هم کنن، یک مواد برای اینمی حالا دستار خانم دیده تکر تکر، من آن چای تلخ میخورم. شماری از پایتخت نشینان میگویند که با وجود تشکیل کمیسیون جمع‌آوری گدایان در کشور هنوز هم برخی از افراد دست به تک دیگری میزنند. آنون از امارت اسلامی میخواهند که در این باره توجه جدی کند. گداها مطلب به موتر مردم، به یک رفتروی مردم، به یک کار و یک بروبر گشتگزارا حتما مشکل میکنند. به خاطر میکنند که دم رای مردم و بروبر میگه که خیر به تعلم دیگه دم موتر میره موتر میزنه. در همین حال امارت اسلامی تگ دیگری را نادرست خوانده و میگوید که به هر فرد نیازمند پس از بررسی مبلغ 2000 افغانی در ماه داده خواهد شد. 2000 هم که گفته او به خانواده نباشه، به افراد باشه که چند تا دارن در خانواده خود، مثلا 5 نفر باشن 2000 باز خوب میشه برشان. و همچنان گفته شده که این پول برشان همیشه باید کوشش و از طریق اکانت ها
رسیدگی صورت بگیره. افرادی که باز دست به تگدی میزنن و گدا نیستن یا مشکلات ندارن و به گونه حرفه‌ای میان کار میکنن، باز جلوشون گرفته شد. کمک هایی که برشان میشه خیلی خوب است دیگه، که از این زیافتر بچه کار است که وقت تحصیلشان است، وقت درسشان است، وقت است که آنها تربیت درست بگیرن. این در حال است که روز پیش در نشست کمیسیون گردآوری گداها به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، بر حل مشکلات افراد نیازمند تاکید شد. به ادامه خبر شش باز هم خوش آمدید. در آینده نزدیک نمایشگاهی به هدف رشد صادرات و بازاریابی کالاهای افغانستان در ازبکستان برگزار خواهد شد. به گفته وزارت صنعت و تجارت، در گفتگو با هیئت ازبکستانی درباره ایجاد سهولت ها به بازرگانان کشور نیز توافق شده است. نمایشگاه از محصولات ازبکستان در افغانستان نیز برگزار شده است. این نمایشگاه تا 10 روز ادامه دارد و بیش از 100 قلم از محصولات ازبکستانی به نمایش گذاشته شده. شماری از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگویند که برگزاری همچون نمایشگاه ها در افزایش داد و ستد میان کابل و تاشکند نقش مهم دارد. کرگزمان اساس مقصد؟ مقصد اساسی ما با نمایش گذاشتن محصولات افغانستان است که 14 کارخانه تولیدی که بیش از 100 محصول تولیدی دارند با نمایش گذاشته شده است. صمیمی دوستیگیمز. هدف از این نمایشگاه دوستی و روابط با افغان هاست و همچنان محصولاتی که در ازبکستان تولید می شود در افغانستان به فروش می رسد. وزارت صنعت و تجارت می گوید که تلاش می شود تا نمایشگاه از محصولات افغانستان را در کشورهای منطقه به ویژه ازبکستان نیز برگزار کنند. سرپرست این وزارت می گوید که برای رشد تجارت میان افغانستان و ازبکستان در آینده نزدیک در تاشکند نیز نمایشگاه برگزار خواهد شد. عین برنامه را و بزرگتر از این انشاءالله ما در ماهای آینده، آیا ماه مارس باشه که بهار هر دو منطقه می باشه و یا بهتر از اون می باشه انشاءالله در تاشکند صورت می گیره. افغانستان کوشش داره که به تمام دنیا روابط تجارتی خویش را ادامه دهد و متقابلا از تمام دنیا خواهشمند هستند که در افغانستان تجارت خود را ادامه دهد. در همین حال معاون نخست وزیر ازبکستان می گوید که در بخش افزایش صادرات از افغانستان به این کشور نیز همکاری می کنند. یک تیم از بازرگانان اینجا حضور دارند. شما پیشنهاد داشته باشید در عرصه های گوناگون، آنها آماده مذاکره هستند. ما در بخش مختلف مثلا کشاورزی، معادن و انرژی همکاری کنیم. نه فقط واردات محصولات ازبکستانی بلکه محصولات تولید افغانستان را هم صادر کردند به ازبکستان. پیش از این سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته بود که تلاش می شود تا داد و ستد میان افغانستان و ازبکستان را به 3 میلیارد دلار در سال برسانند. برخی از شهروندان از آنچه که کم کیفیت بودن خدمات اینترنتی در کشور می دانند شکایت دارند. آنان همچنان می گویند که بهای اینترنت در افغانستان در مقایسه با کشورهای دیگر گران است و از وزارت مخابرات می خواهند که در این باره توجه جدی کند. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید که بهای اینترنت در کشور در مقایسه با سالهای پیش کاهش یافته است. در اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتان سپاسگزارم. تا سلام دیگر، شب روز بخیر، خدا نگهدار.